سه‌شنبه هشتم آبان ماه 1403 خورشیدی، اگر اشتباه نکنم، بله، و که برابر است با 29 اکتبر 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من رو از برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. امروز بعد از مقدمه کوتاه می نشینیم پای صحبت های مهمان ارجمند برنامه، جناب دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس، فعال سیاسی مدنی و شخصیتی که با نوشتن چندین و چند کتاب و مقالات مختلف در نشریات فارسی زبان و انگلیسی فعالیت خودشون رو سالهاست ادامه میدن و نظر ایشون رو راجع به آنچه که باش روبرو هستیم در این دقایق آخرین مانده به انتخابات امریکا که سه‌شنبه آینده صورت میگیره و جلسه ای رو که آقای ترامپ ترتیب داد در یکی از بزرگترین سالون هایی رو که در نیویورک وجود داره، مدیسون اسکوئر گاردن، و اونجا در واقع 12,000 نفر آمده بودن، ولی وقتی که صحبت ها شروع شد و بعضی از این کسانی که آمدن پشت تریبون قرار گرفتن، مثل تاکر که از فاکس نیوز بیرون شده بود، تاکر کارلسون، و یک کمدیانی که با کاربرد زشت‌ترین واژه‌ها که رسانه‌های جمعی در واقع نتونستن این رو مستقیم پخش بکنن از نظر قبیح بودن واژه‌هایی که به کار برده بود، و حملاتی که شد به پورتوریکو، که پورتوریکو جزو یکی از اقمار امریکا هست، و آقای ترامپ در اون سیلی هم که آمد و صدماتی رو که وارد شد رفته بود اونجا و دستمال کاغذی از این حوله های کاغذی پرتاب میکرد به طرف مردم اونجا به جای اینکه کمکی بکنن برای اینکه بازسازی بکنن لطمه ای رو که طوفان دریایی زده بود به اون منطقه. و صحبت هایی که به طور کلی هیچ گونه واقعیتی درش نیست، ولی متاسفانه طرفداران پروپاقرص آقای ترامپ بدون چون و چرا، آنچه را که از فاکس نیوز و نیوز مکس میشنون مد نظر قرار میدن، و به دنبال شروع این سخنرانی ها و کسانی که پشت تریبون قرار گرفتن، به تدریج شاهد ترک سالن از طرف بسیارانی بودیم که در اون آغاز جلسه اونجا حضور داشتن و در آخر جلسه تقریبا نصف اون جمعیتی که اونجا بودن بیرون رفته بودن و به اعتراض. آقای بزوس که واشنگتن پست و چند نشریه دیگر رو کنترل میکنه، مدیر اونها هست، صاحب اونها هست، قدغن کرد که راجع به انتخابات اظهار نظری نشه در نشریه واشنگتن پست، که به اعتراض از این اقدام آقای بزوس که در گذشته همیشه به هر حال طرفداری کرده از یکی از جناح‌ها، بسیاری از نویسندگان و هیئت تحریریه واشنگتن پست کنارگیری کردند به اعتراض و از تریبون‌های دیگری نظرات خودشون رو مطرح کردند. راستی آزمایی‌هایی رو که صورت گرفته و آماری رو که منتشر شده و
به روز میشه مرتب، تا چند وقت پیش نشون میداد که آقای ترامپ در صحبتاش بیش از 3300 دروغ ثابت شده داشته. و به هر حال همونطور که عرض کردم، این دروغ ها مورد قبول بسیاری از طرفداران پروپاقرص او هست. نگرانی از این که اگر آقای ترامپ ببازه به صورت قانونی پیامدی رو که ممکنه داشته باشه، و اینکه ممکنه دوباره ترامپ آشوب به پا بکنه همونطور که کرد در 6 ژانویه و حمله به کنگره رو باعث شد، ممکنه که مشابه اون رو ما شاهد باشیم و ببینیم. و این نگرانی تا این لحظات ادامه داشته و بسیارانی امیدوارند که با پیشبینی هایی رو که شده در این زمینه، ترامپ نتونه از این شیوه ای رو که قبلا به کار برده مجددا استفاده بکنه. در مورد جمهوری اسلامی، حملاتی که اسرائیل کرده به تأسیسات مهم جمهوری اسلامی، از جمله یکی از مراکز مهم تهیه سوخت جامد برای موشک ها، و در واقع جزئی نشان دادن اثر این حملات از طرف مقامات جمهوری اسلامی، و ضمن اون تهدید مقامات جمهوری اسلامی به اینکه تلافی خواهند کرد این حملات رو، و انتصاب رهبر جدیدی برای حزب الله که اسرائیل اون رو مطرح کرد و گفتش که این انتخاب یا این انتصاب موقت خواهد بود، یعنی اینکه دیری نخواهد پایید که اسرائیل این جانشین رو هم از بین ببره. آنچه که باعث تأسف هست این هست که مردم بیگناه نوار غزه و مردم بیگناه و به اصطلاح تحصیل کرده لبنان و بیروت دارن از این حملات چه صدماتی رو میبینن و چه شرایطی رو دارن تحمل میکنن، و آیا این سیاستی رو که آقای نتانیاهو پیش گرفته تا چه حد میتونه به نفع اسرائیل باشه یا ضرر اسرائیل، باز این موضوع دیگری است که مطرحه. و بعد در آخر یکی از مهمترین اتفاقاتی رو که مجددن جمهوری اسلامی وقتی در تنگنا قرار میگیره دست به اعدام میزنه، اعدام یکی از کنشگران منتقد جمهوری اسلامی بود که بعد از 4 سال یا شاید بیشتر از 4 سال او رو اعدام کرد. در این وانفسای اوضاعی رو که شاهد هستیم، منتظر هستیم ببینیم که کار به کجا می انجامه، و دختر این شخصیت که واقعا برای حفظ جان پدرش تلاش فراوان کرده بود و تا مدتی هم تونسته بود موفق باشه که اعدام او رو به تأخیر بندازه، آمد و در یک ویدیو 1 دقیقه‌ای گفتش که مردم ایران آماده این هستن که با تمام قوا برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی تلاش بکنن. این نکاتی بود که ما باش روبرو بودیم. مسئله اعزام بیش از 10,000 نفر از سربازان کره شمالی به روسیه و جنگیدن بر علیه در واقع همراهی با پوتین در حمله به اوکراین هم داستان دیگری است که بسیار نگران کننده و در محافل
سیاسی مورد بحث است. سلام میکنم خدمت جناب دکتر علمداری و سپاسگزار شرکتشون در برنامه هستم. منم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام میکنم. دکتر علمداری، شروع کنیم از این حملاتی که اسرائیل کرد به تأسیسات نظامی امریکا، که همونطور که بایدن خواسته بود رعایت کرد و به تأسیسات اتمی و به اصطلاح قسمت هایی که مربوط به انرژی میشد، نفت و گاز و تأسیسات جزیره خارک، حمله نکرد و عکس العملی که جمهوری اسلامی نشون داده و اون رو خیلی ناچیز و بی اهمیت جلوه داده. نظرتون چیه؟ بله، خب همطور که به درستی اشاره کردید، مطابق توافقی که اسرائیل با بایدن کرده بودند، حملات اسرائیل محدود شد به پایگاه نظامی جمهوری اسلامی، به خصوص سلاح‌های پدافند هوایی که میتونست با اون احتمالاً جلوی حملات هوایی اسرائیل رو بگیره، ولی ناتوان بودند در این زمینه مطابق اظهار نظرهای ضد نقیضی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی اومده. این موشک‌های ضد هوایی S-300 نتونستند اونطور که اینا انتظار می‌رفتند در مقابل این حملات ایستادگی بکنند، نه تنها نتونستند مانع بشند این حملات انجام بگیره، بلکه خودشون از بین رفتند و به جایی رسید که برخی از سران جمهوری اسلامی دست به از حمایت روسیه برداشتند و شروع کردن به سرزنش کردن روسیه، از حدی که در حالی خبرنگار خبرنگار راه و کارگر کار و کار کارگر روزنامه کار و کارگر در پرسش از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی درست گفتم، بله، او و شدیداً حمله کرد به پوتین و سیاست وابستگی جمهوری اسلامی به پوتین که رو اون حساب باز کردن و این حساب باز کردن به اینجا بین وضعیت مفتزه منتهی شده. نکته که در این ارتباط به نظرم حائز اهمیت هست، نظرات علی اکبر ولایتی هست، وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی، 16 سال در این پست بود و امروز هم مشاور سیاست خارجی خامنه‌ای هست. او معمار و سخنگو و طرفدار پر پروارقرص نگاه به شرق، سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی بوده و ادعا کرده بوده که مثلا غرب در حال غروب هست و شرق در حال طلوع و جمهوری اسلامی باید به اون شرق نگاه بکنه، که منظورش روسیه و چین اینا بود. تا حدی پیش رفته بود که برای توجیهش آخوندها مخالفت کرده بودن که اینا کمونیست هستند، آخه اینا بیدین هستند، شروع کرده بود به توجیهاتی از این دست که اینا نه کمونیست میگوشن کنار، یک شنبه ها میرن کلیسا، از این مسئله این گونه. او بعد از این حملات اسرائیل و تو خالی در اومدن این S-300 و همینطور حمایت نکردن روسیه از سیاست های جمهوری اسلامی صداش در اومده و گفته ما برای برقرار کردن رابطه با غرب به ویژه اروپا، حالا غرب اروپا غرب دیگه، حالا به ویژه اروپا منظور احتمالاً آمریکاست، سیاستون باز هست و خواهان این هستیم که وارد مذاکره بشیم. من فکر میکنم که او تنها کسی نیست که این حرف زده، بسیاری از کسان دیگر علنی، غیر مستقیم، نیمه مستقیم همین مطلب رو طرح کردن که راه حل جمهوری اسلامی برگشت از این سیاست نگاه به شرق و برقرار کردن رابطه با غرب هست، به خصوص با آمریکاست، چون که بارها گفته بودند اگر میخوان مشکلاتون حل بشه باید با آمریکا کنار بیان. حتی روسیه به جمهوری اسلامی توصیه کرده بود که اگر میخوان وضعیتون درست بشه باید مشکلتون رو با آمریکا حل بکنید، چون میدونن که حالا داستان دراز نمیخوام بشه ولی
چین و روسیه از تحریم جمهوری اسلامی توسط آمریکا بسیار سوء استفاده میکنن و کردن. مثلا چین تحت عنوان اینکه در تحریم هست، نفت با تخفیف 15 دلار در هر بشکه از جمهوری اسلامی میخره، ولی پولشو بر نمیگردونه، میگه ما تحریم هستیم، شما تحریم هستیم، ما نمیتونیم پولتون رو بدیم، به جز جنس میدن و یا احتمالا حواله میدن که از ارزهای غیر دلاری استفاده بکنن. روسیه هم به همین ترتیب سوء استفاده میکنه. امروز فکر میکنم که این حملات و این شکست پی در پی جمهوری اسلامی چه در غزه چه در لبنان و ایران یه درس بزرگی برای خامنه‌ای بوده که کوتاه بیاد از این قلدربازی های خودش و بدونه که برای حل مشکلات ایران نمیتونه متوسل به قدرت هایی بشه که در زمان جنگ بسیار بحرانی که مورد تهاجم هواپیماهای اسرائیل قرار میگیره سکوت میکنن و حد اکثر اینکه در سازمان ملل بگن ما محکوم میکنیم، بیش از این نه. بعد خب روشن است که رابطه اسرائیل و روسیه رابطه نزدیکی است و مشخص است که روسیه به نفع جمهوری اسلامی موضع نخواهد گرفت. لبنان هم من فکر میکنم که با توجه به ضرباتی که به سران نظامی و غیر نظامی حزب الله وارد شده، بازسازی حزب الله بسیار دشوار هست و نه تنها بازسازیش دشوار هست بلکه اصولا اینکه حزب الله رو دوباره بازسازی بکنن شک و تردید ایجاد شده، چرا که حزب الله یکی از نقاط ضعف جمهوری اسلامی است. نه تنها حزب الله، تمام این 4-5 جریان نیابتی که جمهوری اسلامی درست کرده که به زعم خودش به اسرائیل حمله بکنند و زیر فرمان آموزش و مالی جمهوری اسلامی هستند، اسرائیل تونسته با استراتژی اینکه حرکت اول رو نابود کردن اونها بگذاره بعد برسه به جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیدن که در هر حال هر زمان دیگری میتونه اسرائیل به اینا حمله بکنه از بین ببره. بنابراین بهتر است که این رو رها بکنن برن سراغ پروژه دیگر، که منظورم پروژه دیگر آغازش همون توافق به سازمان ملل هست، قطعنامه سازمان ملل 1701 هست که در ادامه اون قطعنامه حزب الله باید نیروی نظامیش رو ادغام بکنه در ارتش لبنان و خودش هم به صورت یک حزب سیاسی فعالیت خودش رو ادامه بده و اجازه بده که لبنان به طور مستقل نه زیر فرمان خامنه ای سپاه پاسداران، به عنوان یک ملت مستقل بتونه تکلیف خودش رو خودش روشن بکنه و با دنیا بدون دخالت جمهوری اسلامی راه تو برقرار بکنه. همینطور است در مورد نیابتی های دیگر از جمله عراق، که شما میدونید که این هواپیماهایی که به ایران حمله کردند اندرها هواپیمای اسرائیل هست، از فضای از هوایی عراق استفاده کردند. درست است که عراق شکایت کرده ولی مانع اونا نشده یا نمیتونست مانع اونا بشه و یا اینطور که باز جز خبرها هست در مسیرش هواپیماها سلاح های فدافند هوایی عراق رو هم زدند که نتونن مشکل ایجاد بکنن. به حال نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی هم در درون و هم در منطقه و در سطح جهانی شکست، سیاست ها شکست خورده و بسیار بسیار منزوی است و باید فکر اساسی بکنه و فکر اساسی هم به نظر میاد که ساده نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی خودش رو به یک تله ای انداخته که به سادگی نمیتونه از این تله بیاد بیرون و یک پایگاهی درست کرده برای خودش، پایگاه اجتماعی متعصبین که اینها از جمهوری اسلامی همطور که بارها خامنه ای وعده داده سران دیگر جمهوری اسلامی هم وعده دادن منتظرن که جمهوری اسلامی اسرائیل رو از بین ببره و این به نام عملی نیست. دکتر علمداری، این همسایه شمالی که به عنوان خرس قلمداد شده در گذشته، از زمان تزارها بزرگترین لطمات رو به مملکت ما وارد کرده، قسمت های مهمی از خاک ایران رو جدا کرده از ایران و
هم روسیه هم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که همونطور که عرض کردم از زمان تزارها تا حالا به این فعالیت ها ادامه دادن و در کنارشون نمیشه فراموش کرد که فرانسه هم در این زمینه دست کمی نداشته برای دشمنی با مردم ایران، با پناه دادن به خمینی و ماجراهایی که شاهدش بودیم در گذشته و کماکان صحبتهایی که میشنویم از طرف رئیس جمهور فرانسه هم به گونه ای مماشات کردن با جمهوری اسلامی هست. ولی شرایطی که الان پیش آمده، کشته شدن، اعدام آقای شارمحت که عنوان کردم، اینا مسائلی است که جمهوری اسلامی به مجرد اینکه توی فشار قرار میگیره با سرکوب زنان، دختران، زندانی کردنشون، تجاوز کردن بهشون و تمام این ابزاری رو که همیشه ابزار سرکوبی که در اختیار داشته مردم ما رو تحت فشار قرار داده و نصف جمعیت ایران رو در واقع به اسارت گرفته. چه میبینید در آینده؟ آیا واقعا این مماشاتی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و طی سالهایی که آقای بایدن روی کار بوده با جمهوری اسلامی داشتن به کجا منتهی خواهد شد؟ به کجا داره راه میبره؟ فکر میکنم که غرب با جمهوری اسلامی در آغاز به عنوان یک راه حل مقابله با کمونیسم و نفوذ شوروی نگاه میکرد و سیاستش رو بر اون اساس تنظیم میکرد و خب امروز دیگه اون تهدید وجود نداره برای غرب، سیاست عوض شده. اون سیاست آغاز انقلاب که خمینی رو اونجا بپذیرند و نهایتا توافق بکنن که خمینی بیاد و شاه بره دیگه امروز وجود نداره. تصورش این بود که خمینی میاد علیه کمونیستا مقابله میکنه و میشه به اصطلاح اهرم دست غرب که خودشون رو در این موقعیت قرار داده بودند. بنابراین سیاست امروز متفاوت هست، به خصوص اینکه ماهیت جمهوری اسلامی در این 45 سال برای هیچ کسی پنهان نیست که یک نیروی ارتجایی عقب مانده، واپس مانده، هم علیه مردم خودش هست و عمل کرده و هم تهدیدی است برای کشورهای همسایه و هم دائما برای جهان هم کارهای تروریستی تنظیم میکنه، هر جا که تونسته این کار کرده و امروز هم متحد نزدیک دشمن غرب هست، از جمله فرانسه که بهش اشاره کردید با پیوستن به پوتین و فرستادن سلاحهای مخرب، حتی موشکهای کروز به جز پهپادها، و نشون داده که ماهیت این رژیم شبیه همون پوتین دیکتاتوری قهاری است که اگر توان نظامیش گسترش پیدا کنه میتونه اروپا هم به خطر بندازه. و جالب است که شما نگاه اشاره کردید به 10,000 نیروی سرباز کره شمالی که اومدن از روسیه در برابر در حملات نیروهای روسیه علیه اوکراین شرکت بکنند، نشون میده که اتحاد کره شمالی، دیکتاتور کره شمالی، دیکتاتور ایران و دیکتاتور روسیه چقدر نزدیکی با هم دارن. و البته این نکته رو نباید نادیده گرفت که مشارکت سربازهای کره شمالی صرفاً برای تقویت نیروی نظامی نیست، یک جست جهانی هم هست که داره یارگیری میکنه پوتین که اگر حملات اوکراین به بقیه احتمالاً کشورهای اروپایی گسترش پیدا کرد اعلام بکنه ما این متحدین خطرناک رو هم همراه خودمون داریم. هم کره شمالی بسیار خطرناک است با سلاحایی که در دست داره و هم جمهوری اسلامی نیروی بسیار خطرناک و ارتجایی است که میتونه نوکر صفتانه و سیر فرمان پوتین حرکت بکنه. بنابراین این جست ها رو نباید، جست های سیاسی و تهدید رو هم نباید نادیده گرفت. و خب البته در برابر این حرکت پوتین و
جان یو در رهبر کره شمالی و خانم بنسفیلد در نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده که اگر این ادامه پیدا بکنه و این واقعیت داشته باشه و اینا شرکت بکنند، اوکراین هم مجوز خواهد داشت که از سلاحایی که در اختیارش گذاشته شده برای حمله به داخل روسیه استفاده بکنه، چون محدودیت برایش ایجاد کرده بودن که سلاح‌ها رو ما در اختیارتون میذاریم که در حوزه میدان جنگی ازش استفاده بکنید و از اوکراین دفاع بکنید. الان با این حرکتی که روسیه کرده و کره شمالی کرده، به نظر میاد که آمریکا هم این مجوز رو صادر میکنه از سلاح‌هایی که در اختیار اوکراین گذاشته بتونن به داخل روسیه هم شلیک بکنن. و این خب نشانه های بدی است در این حال، خطرناک است که میتونه جنگ رو از حد روسیه و اوکراین بیرون بیاره و به سایر نقاط اروپا بکشونه و نهایتاً آمریکا هم به یک نوعی درگیر بکنه. ولی برای ما ایرانی ها مهم این است که جمهوری اسلامی داره این حرکت ارتجایی رو، آدم کشی رو حمایت میکنه. دکتر علمداری، با موافقت شما ما آگهی هامون رو میشنویم، پیام های بازرگانی رو. در بازگشت ازتون میخواستم سوال بکنم در مورد گروه های تروریستی، افرادی رو که در امریکا دستگیر کردن که قصد ترور شخصیت های امریکایی از جمله دونالد ترامپ و افراد دیگه رو که مثل آقای پومپئو و غیر ذالک رو داشتن و آمده بودن اینجا و یکی از این افراد داشته مزدوران و آدمکشای حرفه‌ای رو استخدام می‌کرده که این کار رو انجام بدن که رو شده دستشون و باید ببینیم نتیجهش به چه صورت خواهد بود. بینندگان گرامی با ما باشید، بعد از پیام‌های بازرگانی از آقای دکتر علمداری خواهش خواهم کرد که به این سوال پاسخ بدن. با ما باشید. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. هفته نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته نامه فردوسی امروز. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تی وی خود، می توانید به تمامی سرویس های ریل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های ریل ویز
از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیلویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیلویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 دسامبر. تلفن 818-758-2626. amiritravel.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. بینندگان گرامی، در محضر جناب دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس، استاد دانشگاه و فعال سیاسی مدنی هستیم. دکتر علمداری، من منتظر پاسختون هستم در مورد این اقدامات تروریستی رو که جمهوری اسلامی سعی کرده در امریکا صورت بده، در بعضی مواردم موفق بوده در گذشته، برای کشتن رئیس جمهور سابق امریکا ترامپ و همچنین آقای وزیر خارجه سابق امریکا و شخصیت‌های کلی آقای پومپئو و سایرین.
چیه نظرتون؟ خب این هم یکی از سیاست های جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا به امروز بوده. ترور فقط در ایران نبوده، ما میدونیم در ایران خیلی رو ترور کردند، بعد مستقیم و غیر مستقیم، و این سیاست رو که ایجاد رعب و وحشت هست و وادار کردن مخالفین به عقب نشینی و تسلیم در سراسر جهان، آمریکای لاتین، منطقه خاورمیانه، اروپا خیلی زیاد، آمریکا دستشون خوب بسته بوده، کانادا دستشون بسته بوده، به دلیل اینکه پلیس آمریکا و کانادا خیلی متفاوت تر از پلیس اروپا دارن رفتار میکنن. اروپا همه کشورها به هم وصل هستند و کنترل ضعیف‌تر هست. اونجا خب بیش از 100 نفر اینا ترور کردن. در آمریکا هم همین اواخر تلاش کردن چند نفر رو به صورت‌های مختلف یا بدزدن یا ترور بکنن و خیلی ساده میتونن با پول‌های نه خیلی زیاد، 30,000 دلار، 20,000 دلار، افراد مثلا گنگستر از آسیای میانه رو که مدار ایدئولوژی مذهبی هم دارند، اعتقادات مذهبی هم دارند، رو در استفاده خودشون در بیارن و از این جنایتکارا استفاده بکنن. و این یکی از شیوه هاست که من فکرم جمهوری اسلامی تو این زمینه هم شکست سریع و واضح خورده. ولی نکته دیگری هم که بهش اشاره کردید، اعدام مخالفین هست از زمانی که در بحران قرار میگیره. بلافاصله میاد یک دو نفره که در زندان هستند و حکم زندان اعدام بهشون داده، اعدام میکنه که وحشت ایجاد بکنه، که کسی مخالفت نکنه، به خصوص در این شرایط. نمونهش رو هم خدمتتون بگم، مدرسین حوزه علمی قوم مدن یک بیانیه دادند و اعلام کردن که خواستشون رو بیان کردن که خواست جمهوری اسلامی از طرف خوشن، البته گفتند برگشتن اسرائیل به مرزهای سال 1967 است و تشکیل دو دولت. بلافاصله اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی واکنش خیلی خشونتبار علیه این نشون داده که یا حرفتون رو پس بگیرید یا اینکه تحت تعقیب قانونی قرار خواهید گرفت. یعنی جریان مذهبی حوزه علمیه است، یعنی یک جریانی که با خود رژیم هست، یک راه حل اصولی رو که تمام دنیا باش موافق هستن، خود اسرائیل موافقت نمی کنه، تمام دنیا موافق هستن اگر برگرده به سال مرزهای سال 67، فلسطینی هم موافقت میکنه، حتی همه هم موافقت میکنه، در ایران به عنوان یک به سال تابو نگاه میکنن و هر کسی این حرف رو بزنه میخوان سرش ببرن. و داستان این است که جمهوری اسلامی از یه طرف اون ولایتی نظرش عوض میکنه و افراد بسیار زیادی در حواشی این آدم در درون رژیم به این نجی میرسن که سیاستشون شکست خورده، باید این سیاست رو عوض بکنن، یکی دو تنفر هم نیستن. و از طرف دیگر قوه قضاییه برای آخوندهایی که با خودشون هستند و این راحت رو که جهان پذیرفته، میتونه جمهوری اسلامی هم نجات بده از این وضعیت بسیار خطرناکی که برای خودشون حداقل پیدا شده، یا تهدید میکنه که یا این حرفاتون رو پس بگیرید. حرفی چی رو پس بگیرید؟ پیشنهاد دنیا کردین هم تکرار کردن و یعنی که تحت تعقیب قانونی قرار خواهید گرفت. یعنی به نظرم سیاست های ترور هم درون بوده هم بیرون بوده، شکست خورده، ولی در حال اینجا و اونجا افرادی هستن در درون سپاه پاسداران که هستن زندگیشون از همین طریق میگذرون، حالا نه شخصیتشون اینجوری هست، اصلا درآمدشون، موقعیتشون در دستگاه سیاسی و نظامی همین است که برن کارهای تروریستی انجام بدن یا خودشون مستقیم وارد بشن، که در اروپا چندین کیسش نمونهش رو به دادگاه کشوندن، و یا اینکه مزدوران جنایتکار رو استخدام بکنن. ولی حالا اینم با شکست روبرو شده. دکتر علمداری، بپردازیم به انتخابات امریکا و اینکه در گذشته سورپرایز اکتبر در آخرین لحظاتی که نزدیک بودیم به رأی‌گیری یک دفعه یک شرایطی رو به وجود آورده که غیر قابل پیش بینی بوده. آیا ما سورپرایز اکتبر رو پشت سر گذاشتیم یا هنوز امکان وقوعش هست؟ و با توجه به آمارهایی که توسط مؤسسات نظرسنجی مختلف منتشر می کنند و بعضی از اونها
کاملا هریس رو برنده انتخابات آینده امریکا میدونن و بعضی ها ترامپ رو، با توجه به این که چه نمونه آماری رو در نظر میگیرن، چیه نظر جناب عالی؟ کجا داره میره انتخابات امریکا؟ در ارتباط با اینکه منتظر اکتوبر سورپرایز به قول معروف سورپریز اولای جهانی هم میگن سورپریز ناگهانی باشیم، من فکر میکنم در سه انتخابات گذشته، یعنی دو بار و امروز 2016 2020 و 2024، روسیه مستقیم و غیر مستقیم درگیر بوده که بتونه فضایی درست بکنه به رفع ترامپ. این بار هم دارن میکنن، یعنی سورپرایز اکتبر رو رفته رفته روسیه و ترامپ و پوتین انجام دادن و امروز هم به این باند به اصطلاح ترامپ و پوتین چیز هم اضافه شده. آقای حالا اسمش فراموش کردم، منظورتون ایلان ماسک؟ بله ایلان ماسک، بله اون الان با خرج ارقام خیلی زیاد بله داره دخالت میکنه، اون مستقیم با خود پوتین در ارتباط هست. بله بله، خود ترامپ هم در همین دوره گذشته، همین دوره اخیر 7 بار با پوتین تلفنی صحبت کرده، یعنی نشون میده که یکی که دشمن آمریکاست به طور غیر مستقیم با آمریکا درگیری نظامی داره در اوکراین، این طرف مردم آمریکا، کنگره آمریکا رأی میده که به اوکراین کمک بکنه علی روسیه، از طرف دیگر یک کاندیدایی با روسیه با همون دشمن آمریکا ملاقات میکنه یا گفتگو میکنه یا مشورت میکنه یا دنبال این هستن که اونها احتمالاً بتونن براشون مثل 2016 و 2020 یه چیزای در بیارن رو بکنن، که خب من تو که اشاره کردم اینا رفته رفته اخبارهای دروغین پخش میکنن، سیاستشون این هست. و من فکر نمیکنم، یکی از ایران از من پرسیده بود دوستی که پیشبینی ها اونجا چی هست در مورد انتخابات، گفتم که پیشبینی خیلی مشخص نیست که ترامپ میبره یا خانم هریس میبره، ولی یه پیشبینی خیلی روشن هست و این است که اگر خانم هریس ببره، بر اساس سنت سیاسی آمریکا او به رقیب خودش تلفن خواهد کرد و تبریک خواهد کرد و خواهد گفت و آرزوی موفقیت براش خواهد کرد. اگر ترامپ ببره، ولی اگر برعکس باشه خانم هریس ببره، ترامپ بدون شک بامبول در میاره، کمان که تا به حال نپذیرفته که اگر باخت بپذیره که باخته، و من فکر کنم داستان 2020 به یک نوع دیگری ادامه پیدا خواهد کرد و به خصوص این بار رقم ها خیلی نزدیک هست، یعنی نشان میده که فاصله به این معناست که از 7 ایالت به سر سوینگ استیت ممکنه 3 تا به این طرف بره، 4 تا اون طرف بره، 2 تا این طرف بره، 5 تا اون طرف بره، و اختلاف خیلی کم باشه و دست ترامپ رو باز بکنن برای حقبازی هایی که احتمالاً تو برنامهشون هست، برنامه‌ریزی کردن برای این کار، از جمله مثلا در ایالت جورجیا از کنگره که دست ریپابلیکن ها خواستن اگر خانم ظریف برنده شد اعلام نکنن، و در جاهای دیگر هم سیاست های مشابه دارن پیریزی کردن که بتونن دنبال بکنن، به صورت به پنهان الان هست ولی بعدن علنیش میکنن. بنابراین من فکر میکنم ما باز با ماجرا روبرو خواهیم بود و این گسل فرهنگی تبدیل تقابل سیاسی بشه، و خب مشخص است که دموکراسی در آمریکا امروز در خطر افتاده، به خاطر اینکه ترامپ بر اساس تمام داده ها نشون میده که او اگر به قدرت برسه قانون اساسی آمریکا رو میخواد زیر پا بذاره، کمان که امروز قانون اساسی آمریکا رو سوپریم کورت زیر پا گذاشته و به او مثلا امنیت مثلا جرم جنایتی که مرتکب شده داده. و مگه ممکن هست که قانون اساسی که اعلام میکنه رئیس جمهورم مانند تمام شهرونداست ناگهان یا سوپریم کورت اینقدر مورد احترام جامعه آمریکایی بوده بیاد به نفع یک نفر رای بده، یه قانون درست بکنه که یه نفر فقط بتونه ازش استفاده بکنه؟ هم در حال وضعیت بسیار خطرناکی است. دکتر علمداری، فسادی که در
سوپریم کورت، این دادگاه عالی که روزی مقام والایی رو داشت و حرف آخر رو میزد، پیدا شده و قضاتی رو که اونجا هستن با رشوه گیری، با سوء استفاده از موقعیتی که داشتن برملا شده. همه اینها واقعا دیگه اون اهمیتی رو که داشته برای اکثر مردم آزادی خواه امریکا جا و مکانی نداره دیگه و ارزشی نداره دیگه، نظری رو که این دادگاه در واقع اعمال میکنه در موارد مختلف. و خب با انتصاب 4 قاضی تندرو و طرفدار خودش، ترامپ تونسته یک قانونی رو که 50 سال در امریکا ساری و جاری بوده، یعنی قانون سقط جنین رو ملغا بکنه. خود این و ترامپ بارها در واقع لاف زده در این مورد که این کار بزرگی بوده که انجام داده و بله کار بزرگی بوده به ضرر زنان امریکا، به ضرر نیم جمعیت این مملکت، زنانی که در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دانشمندانی رو که ما داریم در بین زنانی که اینجا هستن و در دنیا حضور دارند، این واقعا لطمه بزرگی بوده به این آزادی رو که، یعنی قانونی رو که سالها در این مملکت رعایت میشد. چه میاندیشید با و ترامپ خیلی راحت آمده گفته که من در روز اول دیکتاتور خواهم بود و گفته که اگر انتخاب بشه چگونه میاد و چند میلیون پناهندگانی رو که آمدن به امریکا و حتی به صورت قانونی اونها رو دیپورت خواهد کرد و از امریکا بیرون خواهد کرد، که گفته میشه برای انجام این کار چندین میلیون پول لازمه که بتونن این افراد رو شناسایی بکنن و بعد از امریکا اخراج بکنن. اینها صحبتهایی است که علناً ترامپ و طرفدارانش، اون استیو میلر که واقعاً وقتی که آدم به حرفای او گوش میده که خود او یک مهاجر هست، آمده و بر علیه مهاجرینی که آمدن در امریکا و در واقع اگر این مهاجرین نباشن کشاورزی و کارهای ساختمانی و بسیاری از اموری رو که امریکایی ها به هیچ وجه حاضر نیستن به طرفش برن یا قبول بکنن اونگونه کارها رو، این افراد دارن انجام میدن و واقعا اقتصاد امریکا روی شانه اونها هست. چیه نظرتون شما؟ بله، تخمین ها این است که اگر بخواد این 11 میلیون آدم به اصطلاح مهاجر از 2 میلیون شروع کرد دکتر علمداری. بله از 2 میلیون شروع کرد، حالا شده 11 میلیون. بله، یا میگن 11 میلیون غیرقانونی هستن. حالا من آمارش رو همین از میدیا رسانه ها نقل دارم میکنم. بله بله بله، 80 میلیارد دلار تخمین است که هزینه برمی‌داره و سالا طول می‌کشه این کارو بکنند، که حالا باید این مهاجران به اصطلاح غیر قانونی از اینجا بودن یه جا قایم بشن، از یه جا دیگه یه جا قایم بشن و نتونن کار بکنن یا برن دوره برگردن. همونطور که اشاره کردید، تخمین این است که بعضی از کالاها در رابطه با مسائل کشاورزی و ساختمانی 2 برابر میشه قیمتش، چرا که این کارگرا هستن که با قیمت‌های ارزون در کارهای ساختمانی دارن کار میکنن، بدون اینکه لایسنس ندارن، غیر قانونی هستن یا در مزارع داره کار میکنن و تمام آمریکایی دارن از سبزیجات و میوه‌جات ارزان استفاده میکنن به خاطر اینکه پول کمتری داره میدن و اون تولید کننده میتونه با خارجی‌ها رقابت بکنه. کالا از مثلا چه میدونم گوجه فرنگی یا سبزیجات، هندونه، پرتقال از جای دیگه وارد آمریکا نشه، آووکادو کمتر وارد بشه، به خاطر اینکه اینجا در حال از همین کارگرایی دارن استفاده میکنن که در مکزیک و گواتمالا دارن استفاده میکنن. برای نظر اقتصادی که وحشتناک خواهد بود، از نظر فکر میکنم امنیتی
جامعه آمریکا رو به هم بریزه، به خصوص که نگاه ترامپ این است که اینا زبالن و ریختن توی آمریکا. و خب این کمدین هم که اشاره کردی در همین بسیار نشست مدیسون گاردن سکویر که جمع شده بودن، همین کمدین حرفای بسیار زشتی علیه پورتوریکن های آمریکایی که نیم آمریکایی آمریکایی هستن بیان کرده، که حالا گذشته از اون حرفا او هم تکرار کرده، حرف ترامپ رو تکرار کرده که آمریکا اینا زبالهایی هستن که ریختن تو آمریکا. ترامپ در مورد همه خارج جا این حرف رو زده که این شده زبالدانی که خارجی ها آمریکا. ببینید اینا رو بخشش برای مصرف هوادارایی که شبیه خودش دارن فکر میکنن میگه، نه لزوم بتونه انجام بده، ولی برای آدم هایی که اینجوری فکر میکنند، حالا هر طبقه ای، هر قشری، هر فرهنگی که باشن، شبیه ترامپ هستن خودشون. اینا رو دوست دارن، مثلا زورگوری رو دوست دارن، کارهای غیرقانونی رو دوست دارن، نه اینکه فکر بکنن که ترامپ دروغ نمیگه. دروغ گفتن رو دوست دارن که خودشون تیپی هستن در زندگیشون، دروغ بگن، زور بگن، از یکی سوء استفاده بکنن، خودشون این تیپی هستن. من این بخشی از رای دهندگان به ترامپ این تیپی هستن. بخشش هم فرهنگی هست، یک گسل فرهنگی هست که این گسل فرهنگی با کارهایی که ترامپ داره میکنه می تبدیل به تقابل سیاسی بشه و جامعه آمریکا رو به خطر بندازه. این بعضی از خارجی اصلا این مسئله رو نمیتونن درست ببینن که وقتی خارجی ستیزی در بگیره دیگه اصلا حد و مرزی نداره. یه نفری که در محل کارت هست و تو رو خارجی میدونه و فکر میکنه تو کار اونو گرفتی یا تو ارتقا پیدا کردی اون پیدا نکرده، میاد سراغ تو. همسایت که میبینه خونه تو گنده تر از یا در محلت گنده تر از اون هست، ماشینت بزرگتر از اون هست، میاد سراغ تو ازت میگیره. فرق نمیکنه آمریکا ستیزی، خارجی ستیزی که شروع بشه، مثل جنگ جهانی دوم تمام ژاپنی‌ها رو میندازن تو کانسنتریشن کمپ، همه رو زندان میکنن در یه محاصره. فرق نمیکنه حالا این ژاپنی‌ها مدافع آمریکا هستن، زاده آمریکا هستن، نیم قرن بود در آمریکا زندگی میکردن، اینها بخشی از مالیات میدادن، آقای دکتر کار میکردن، اصلا مهم نبود قیافش که ژاپنی بود، مینداختنش توی کانسنتریشن کمپ، بودن خطرناکن. در مورد تمام خارجی از جمله ایرانی هم این صادق هست. ببینید یه مشکلی که من میبینم اینه که بسیاری از هموطنان ما، از جمله دوستان همکار ما، فکر میکنن ما تافته جدا بافته هستیم، در حالی که وقتی که ترامپ صحبت میکنه از این که این خارجی ها آمدن و خون تمیز ما رو کثیف کردن، تمام ماها میریم زیر چتریمون افرادی که مورد نظرش هستن. بله، یعنی مطلقاً اینی که تصور بکنیم که بین ما مکزیکی ها، سیاه پوست ها، هندی ها، رنگین پوست ها تفاوتی قائل میشن، ابدا و اصلا وجود نداره و او به همه به یک چشم نگاه میکنه و ما هم جزء اونا هستیم و این رو بهتره که یک کمی دقت بکنیم درش و بپذیریم. متاسفانه آقای دکتر سوال زیاد و فرصت کمه. نتیجه انتخابات رو چه جوری میبینید؟ من فکر میکنم اگر من این رو قبلا هم جای دیگه گفتم، فکر کنم اگر پنسیلوانیا و میشیگان رو خانم هریس ببره برنده خواهد بود از این هفت ایالت تا در نوسان کلیدی. بله، نه این 270 رو میاره، 270 رای الکترال رو میاره، ولی با اون 270 دوام و رفع ادامه پیدا خواهد کرد. میدونیم که در حال با توجه به زمینه سازی هایی که وجود داره و تجربه سال 2020 که اختلاف خیلی زیاد بوده، ترامپ با بامبول در آورد. این بار با 270 تا نمیشه این جلو این بامبول رو گرفت، ولی در حال واقعیتی است که باید منتظر شد، چون بر تمام پولهایی گرفته میشه نظرسنجی ها در نوسان هستن، بالا پایین و تفاوت هم خیلی زیاد نیست، 2-3% هست و دوی نظرسنجی هم معمولا 3-4% خطا وجود داره. همینطوره. بله، و خب 3-4% هم که تعیین کنندن در ایالت های سوینگ در نوسان، اونا تا روزهای آخر رای نمیدن، نمیدن که میخوان رای بدن و همجور موندن که تا آخرین روز.
بنابراین اون نکته اولی هم که شما پرسیده بودید که آیا باید منتظر اکتبر سورپرایز باشیم، اون اکتبر سورپرایز اگر اتفاق بیفته اون رأی اون آدم ها اثر بذاره، اون آدم هایی که بخوان روز آخر رأی بدن. بنابراین هنوز باید تو همین هفت روز هم منتظر باشیم که این نوسانات به یک صورت یا همجور باقی بمونه یا به نفع یکی از طرفین تموم بشه. خصوصا مثلا همین ماجرای چی سو فرصت داریم دکتر علمداری؟ بله میفرمایید. بله همین اینکه ماجرایی که در مدیسون گاردن اسکوئر اتفاق افتاد، خب به ضرر، خیلی به ضرر ترامپ تموم شد و برای پورتوریکن هایی که در میامی و پنسیلوانیا هستن مهم است. به طور که روز بعدش ترامپ رفته در پنسیلوانیا که رو خونسا بکنه. یک دنیا سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، از بینندگانی که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و در پایان از امیر شهرادی که برنامه روز روزگار به شما خوش، تا پنج شنبه اگر فرصتی باشه و در خدمتتون باشم. باید ببینیم که این اوضاع و خدا